بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بين الصلاتين برنامه بیانی احکامی شرعی داشتیم فقط دو دقیقه یا سه دقیقه حد اکثر یه مسئله از مسائلی شرعی که قبلا گفته شده بود در ادامه همون مسائل داشتیم در باب طهارات و نجاسات بحث می کردیم و گفتیم فرقی حرام و نجیس رو توضیح دادیم که حرام چیزیست نجیس چیزی دیگریست یعنی هر نجیسی حرامه منتها هر حرامی نجیس نیست خیلی از حرامها داریم که خوردنش حرامه آشامیدنش حرامه ولی نجیس نیست این رو توضیح دادیم حالا یکی از نجاسات که نجاسات 11 تا بود یکیش میته است یعنی مردار این رو هم توضیح دادیم حالا این مرداری که نجس هست منظور از این مردار چیه؟ منظور از این مردار نجس یعنی هر حیوانی جانداری که هر جانداری که و هر حیوانی که حیوان باشه اعم از این که اون حیوان حلال گوشت باشه مثل گاو و گوسفند و اینها یا حرام گوشت باشه مثل درندگان صحرا فرض بکنین که حرام گوشت ولی پاک هر حیوانی به یک شرط که خون جهنده داشته باشه که یعنی از جهتی خون جهنده معمولا حیواناتی دارن که تکاملی حیاتی بیشتری دارن مثلا خزندگان مثل مگس ها و مثل فرض بکنید بعضی از حشرات و اینها خون جهنده ندارن دیگه یا ماهی ها حیوانات دریایی برخشان خون جهنده ندارن که خونی که وقتی رگش بریده بشه فواره بکشه مثلا خون جهنده ازش تعبیر میشه خب این حیوانات سطح حیاتیشان هم ضعیفه خب این حیوانات وقتی بمیرن اینها رو ما نمیگیم میته ایست که مرداره و نجیسه اینها پاکه اون حیوانی میگیم میته آن نجیس هست وقت دست انسان بهش برسه نجیس میشه جسم دیگری برسه جسم متنجس میکنه که اون حیوان خونی جهنده داشته باشد چین که حلال گوشت باشه مثل گاو و گوسفند اینها بمیره یا این که حلال گوشت نباشد میشه میته وقتی که مرد به محض این که طبق دستور شرعی ذبح نشده باشه یا ذبح نشده باشه بنا به فتوای پاره از مراجع به طور کلی ذبح نشده باشه ولو ذبح غیر اسلامی طبق فتوایی که دیشب خواندیم خب این میشه اگر ذبح نشد به طور کلی میشه مردار این میشه نجیس خب حالا که نجیس شد از این نجاست این باید پرهیز کرد که پس حالا کجاهاش نجیسه هر جایی که روح دمیده همون جا نجیسه وقتی ما میگیم میت نجیس هست و حیواناتی که ذبح شرعی ندارن طبق اون فتاوای مشهوری که ذبح شرعی رو معیار میدانن و میت میشه مردار میشه نجیس هست یعنی منظور کدام بخشی از اعضاش نجیسه اون اعضایی که روح درش دمیده میشه بنابراین پوست چون روح داره پوست خود اصلی پوست بنابراین حیوان میته پوستش قهرن نجیسه اما مو چون روح درش روح نداره فاقد روح هست مو یا ناخنها یا برخی حیواناتی که شاخ دارن شاخهاشان مثلا یا پاره از استخوانهایی که درش روح دمیده نشده اینها شامل حکم نجاست نمیشه اینها میتش هم پاکه در واقع پاک است و طاهر نکته دیگر در مورد انسان هست که اینجا تناسب داره بیان بشه ببینین که این حیات خود حیات چقدر دارای ارزشه وقتی حیات از یک موجود زنده از یک بدن گرفته میشه حیات که ازش گرفته شد اون بدن منهای حیات میشه نجیس خب این ارزشی حیات رو میرسانه هرچی حیات متکاملتر باشد
اون جسمی که حیات را از دست میده نجستر میشه. این چیزی عجیبی است. یعنی در انسان هم همینطور، انسان هم یکی از جانداران هست، وقت تا زمانی که حی است، زنده است، بدنش پاک است. و این بدن، بدن شریف است، شریفترین بدن هست در میان بدنهای جانداران دیگه، منتها شرافتش مربوطی به اون روح و روانش میشه. وقتی اون روان و روح و جان ازش گرفته میشه، این بدن بدون جان میشه. این بدن هم همون حکمی عرض کنم که بقیه جانداران رو پیدا میکنه و محکومی به نجاست هست و تا زمانی که غسل داده نشده. این غسل هایی که غسل میت سینه و غسلی که هست واجب غسل داده بشه، از آثار غسل آنه که اون نجاست و اون پلیدی را که در بدن انسان از اشرف مخلوقات است به وجود میاد، با رفتن روح، با رفتن جان، این جان روح الهی، اون پلیدی رو این غسل، غسل ها از بین میبره دیگه. بدن پس از غسل وقتی دست انسان بهش برسه دیگه پاکه. مثلا بدن و قبل از غسل دادن وقتی بدن میت سرد باشه، به قدر این بدن که انهو با رفتن اون روان اون طهارتش از دست میده، که وقتی انسان دست انسان بهش برسه، به رطوبت برسه که محکومی به نجاسته، اگر به غیر رطوبت برسه یعنی به بدن خشکش برسه، غسل واجب میشه. یعنی غسل مسیح میت، یعنی بر کسانی که بدنشان به بدن میت میرسه، بر آنان غسل واجبه، واجبه که غسل بکنن. و این نشان میده که چقدر این روح، با رفتن روح و روان و جان، این بدن چقدر متنزل میشه و چه حالتی پراش پیش میاد که صرف تماس انسان موجب میشه که بر انسان غسل واجب بشه. یعنی اون طهارت برای انسان پیش نمیاد مگر اینکه غسل مسیح میت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.